چند؟ عزیزم این کارمون 4800. البته این کارم داریم برومیدای ایتالیایی 5800. و اینا فرقشون با هم چیه؟ فرقشون که مشخصه، این کار ایرانیه، این کار ایتالیاییه. جسارتا برای جهیزیتون میخواین؟ بله. آخه ایشالله خوشبخت بشین. خب به لحاظ مدرن بودن این کار مدرنتر و بروزتره. همینطور که میبینین این کار لمسیه، این کار دکمه‌ایه. اینجا رو نگاه کنین، این گریلش المنتیه، یک اون براتون کار میکنه، اما این یکی لامپیه، زودتر خراب میشه. البته بازم نظر شماست، اما اگه من جای شما بودم قطعا این کار رو میبردم. زمان برای یک خارجیه فکر کنم بهتره. راستشو بخوای نظر منم همینه. البته من نباید اینو بگم، من تو خونه خودمونم همین کار رو دارم. هر مشتری که تالا این کار رو برده راضی بوده. باشه پس همینو برمیداری. مرسی. پس من برم براتون این کار رو فاکس کنم. باشه. مبارکت. خوشبختان آماده بریم؟ میگفتن شما تشبیه من هستم. الان خانوادش واجب تره. این باز دوباره برمیگردی؟ خب همین من وای میستم خانوادش برن. شما بفهم الان بیا بریم دوباره سر فرصت اصلا تنها بیا سر مزادش. الان بیا بریم. کشم شما بگید من بیا. برند ایتالیاییه، برخلاف ادعاش خدمات پس از فروش ضمانت نامه‌ام نداره. خلاصه اینقدر ازش شکایت شده که پرونده جمعی تشکیل دادم. کار خودته. من میخوام مرخصی رد کنم. فعلا نمیتونم کار کنم. اتفاقا باید کار کنی. من تو رو میشناسم مشاور. نمیتونم. انگیزه ندارم. با جای خالی فرزاد چیکار کنم؟ نباید میفرستادمش، باید خودم میرفتم. این چه حرفی آخه میزنی؟ بردار پرونده. حتیف اون پرونده چی میشه؟ قاتلو گرفتن؟ کلن 2 ساعت خاک سپاری گذاشته. من میخوام الان بالا سر اون پرونده باشم، تقلیل پیدا کنه به یه پرونده قتل معمولی. من میدونم اون فراهانی که الان گوشه زندان و پروندهش هم تشکیل دادم. آخه من بدونم تو چی کار دیگه میخوای با این بکنی که نکردی؟ در میره. خب فرزاد افتاده بود سرنخا رو جمع کنه که پرونده رو سنگین تر کنه، زدنش.
اگه فراهانی الان تو زندان تنهاه، اگه به کسی وصل نیست، آدم نداره، پس کی فرزادو زد؟ بیدارت کردم پسرم؟ نه بابا ببخش. نه بابا بیشتر رو چه خبر؟ این چیشه خبری میخواد باشه؟ خاک سپاریش انجام شد، شد شهید جناب سرگرد فرزاد غمخور. سلام جناب سرگرد، سروان محسن جوادی هستم. بنده به جای سروان غمخوار خدمت رسیدم. سرگرد. بله. خدمت شما. این برند ایتالیایی به اسم برومیدا یه دفتر پخش دارن، البته مجوز داره. حدود 200 تا نمایندگی تو سطح کشور دارن که 21ش فقط تو راسته همین حضوره. جنسایی که مشتری خریدن معمولا زیر یک سال خراب شده. به این شرکت‌های خدماتی و خدمات پس از فروش زنگ زدم، ولی خب هیچ کس حتی یک نفر هم به نتیجه مطلوبی نرسیده. به نظر من که یعنی خدمات پس از فروش اصلا وجود نداره. این کارتونشه. من که فکر می‌کنم ایرانیه. می‌خواید شما هم یه نگاهی بهش بندازین؟ من یه لیست تهیه کردم از اسم، فامیل، آدرس، شماره تلفن شاکیا و محصولاتی که خریدن. بیشترش توستر، ماکروفر و پرونده رو بده بایگانی. بله چشم. همین پرونده قدیمی هست؟ راجع به پرونده خودمون شما هیچ دستوری نداری؟ من هنوز پرونده رو تحویل نگرفتم. شما خیلی جلو جلو رفتی. کله صبح. من دیدم که پرونده رو میزمه، فکر کردم شما خواستین که من زودتر. نه من دیروز نشستم پشت میز فرزاد، پرونده رو اونجا جا گذاشتم. بله درک میکنم. خدا بیامرزه، تسلیت عرض میکنم. میخوایم بگم یه میز برای من بیارن؟ جا نداریم، میزم نیست. موقت فعلا همون بشیم پشت میز فرزاد. خیلی ممنون. جناب سرگرد عرض ارادت. اجازه هست؟ اجازه چی؟ اجازه ورود. وسط اتاق بایستید. ببخشید. کاری داشتی با من؟ قدم ما اومد نداشت جناب سرگرد. ببخشید از شما اجازه خروج نگرفتم. جناب سروان جوادی من رو خواسته بودن نیستن؟ باش برمیگرده.
ببینید من شماره چند تا وانتو براتون فکس کردم. میخوام که زحمت بکشین آدرس دقیق مبدا و مقصد رو از تاریخ 25 تا 28/5 برای من در بیارید. نه خب اونایی که با شما کار نمی‌کنن که هیچی، بقیه رو. بله لطف کنید فقط سریع. عرض کردم که من براتون نامه کتبیشو فکس کردم. ببین راننده زارب آدم فراهانیه، من تردید ندارم، این میشه عامل، عامر اونه. آره اعترافو بگیر، خون فرزاد غمخاره ها. من میخوام قبل از جلسه بعدی دادگاه حتما این پرونده وصل بشه به فراهانی. آره منتظرم. خداحافظ. سلام جناب سرگوز. سلام. برایدی جناب سرگوز جسارت، میدونم هنوز رسما پرونده رو نپذیرفتین ولی من با عزت میگه کارایی کردم. جناب سرهنگ آمدم پرسیدم پرونده به کجا رسید. البته تعجبم کردن که شما هنوز نیومدین. بفهمید. حالا اینا چی هست؟ ما وانت‌هایی که بار این برند برومیدا رو تحویل فروشگاه میدن رو رصد کردیم. شماره وانت‌ها رو هم برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی و جایی مختلف فرستادم. خب همه وانت‌ها گذریه. این سه تا وانت اومده امین حضور. احتمال خیلی زیاد اینجا انبار جنساشون باشه. مدرک می‌خوایم. بله دنبالش می‌کنم. فعلا تحت پوشش به این فروشگاه‌ها یه سری بزنید ببینید چی گیرتون میاد. ببینید مدیرای فروشگاه چقدر در جریانن که این برند مسئله داره. بله دفترشون هم میریم اگه اجازه بدید. اون دفتری که مدارک خلاف اون مدارکی تو دادگاه لازم داره اونجاست، اونو می‌خوایم. اینجا به عنوان تحقیقات برای پرونده شاکی‌ها خیلی حالت فرمالیته بریم. نفهمن پرونده‌شون دست ماست. نفهمن چی داریم چی نداریم. فرضاً همینجوری رفت رو هوا. رفتیم تو دل آدمو. ببین باید چرا خاموش بریم. مفهومه؟ بله کاملا. اصلا برای مهم نیستش که پرونده طول بکشه. به هیچ عنوان من نمیخوام طرف شک بکنه که پرونده جدی شده، پلیس داره تحقیق میکنه. حواستون به شنوده و کوششه و هر کاری هم که میکنین باشه، حتی نیروهای خودمون، تا لازم نشده کسی از این چیز خبردار نشه. بله خیالتون هست. فقط جناب سرگور جسارت نباشه، من و شما که چیزی رو از هم پنهان نمیکنیم. شما از من چیزی رو پنهان نمیکنیم. بله موند اون سه تا یخچال که قرار شد فردا از انبار برامون بفرستن. مشتری قبلی هم چک داد یه ماه. سلام جناب، میتونم راهنماییتون کنم؟ یه توستر میخواستم. خواهش میکنم، داریم همه جورشو، ایرانی، چینی، ایتالیایی. کدوم مد نظرتون؟ فرقشون چیه؟ فرقش تو اینه که ایتالیایی هم یخ‌سودایی داره هم برشته میکنه، اما چینیه و ایرانیه دیگه یخ‌سودا ندارم، فقط برشته میکنم. ضمانتنامه چی؟ ضمانتنامه پس از فروش هم داره؟ ضمانتنامه که فقط یه تیکه کاغذ پاره است. من تو این مدت ندیدم کسی به مشکل بخوره بیاد دنبال ضمانتش. خب آخه این خیلی گرونتره. ایتالیاییه دیگه، شما نگران نباشین، ضمانتش با من. شما مدیر فروشگاه هستین؟ نه خیلی من فروشندم. البته اگه از طرف من خریداری کنین میتونین از آفر 10% تخفیف منم استفاده کنین. رو همش؟ نه فقط روی این ایتالیاییه. مطمئنی که فروشنده جز بود؟ بله جز هیچ کاره. متوجه شدین جناب سرگور؟ یه دختر جوان تو نمایندگی است که مدل فروشنده جزه، ولی چی؟ یه ماشین شاسی بلند گرون قیمت سوار میشه. خیلی زیرپوستی سعی میکرد ایتالیایی رو بفروشه. اسلام کنم این ماشینه به نام کیه؟ به نام شهرام کرمزاده، قبلا هم به نام مرتضی ناصران بوده. تعقیب کنید ماشینشو. بله چشم. فردا صبح تو میری دنبالش، بعد از روشن من میرم. با من عملی نداری؟ نه عرضی نیست. راستی جوادی؟ بله. با چی میری تعقیب؟ با موتور. نه به هیچ وجه، نه خودت نه هیچ نیرویی که به این پرونده مربوطه سوار موتور نشه برای تعقیب.
فهمیدی؟ بله. یه سرباز صف که برای ما یه کاغذ میبره، حق نداره سوار موتور بشه. خب؟ با ماشین خطر جا موندن هست. جا بمونی. مهم نیستش. بله آقا، چشم خیلی تو راحت. سلام، خسته نباشید. سلام، خوش آمدی. یه خانومی چند روز پیش اینجا بودن، نیستن؟ نه، امرتون، من در خدمتتون هستم. یه ماکروفر برند برومیدا میخواستم، گفتن روش 10% تخفیف میدن. درست. رفته چند تا فروشگاه بالاتر، اگم آفری باشه خودشون به شما میدن. چطور؟ نماینده شرکته. صحیح. باشه مس. خوب شما. خواهش میکنم. در خدمت هستیم. خوش آمدید. قربان، دختره تو پلاک 802 نیست؟ نه. آه باشه، چشم بسر. باشه، میشینم منتظرم. با موتور نریم تغییر، با موتور نریم تغییر. واقعا یعنی چی با موتور نریم تغییر؟ من واقعا نمیفهمم چرا باید با موتور نریم تغییر. از جناب سرگور بعیده. بیا طرف رفت، رسی خونش، من موندم پشت چراغ قرمز. با موتور نریم تعقیب که 3 سال پرونده طول میکشه، که فردا یه کامیون رامون میبنده، پس فردا یکی ورود ممنون میاد. من میگم جناب سرگرد با موتور نریم تعقیب، چون فردا ممکنه هر آن هر اتفاقی بیفته، بعد اون وقت دیگه بله نمیشه پیش بینی. جوادی جان شما هم خودت برو تعقیب. بله چشم، اتفاقا منم نظرم همینه، چون سروان تو اداره هم خیلی کار داره، وارد سیستم شماش. مخلصم. لوکیشن سروان جوادی رو من میخوام، هرچی زنگ میزنم در دسترس نیست، خونشون هم نیستش. آره بفرست برام. سلام جناب سرگون. در دسترس نیستی؟ بله، این منطقه موبایل آنتن نمیده. طوری شده؟ ببین، من آنتن نمیده نمیفهمم. همیشه باید موبایل آنتن بده. بله چشم. چه خبر؟ خبر که اون خانمه بود که بهتون گفتم شاسی بلند مشکیه. خب ریموت خودش در باز کرد رفت تو، احتمال خیلی قوی خونه خودش. نگفتی اینجا هم سرگور؟ فقط به خاطر اینکه تلفنم آنتن نمیداده اومدین اینجا؟ آره، فرزادم اون شب کذایی گوشیش در دسترس نبود، هرچی زنگ زدم نتونستم بگیرمش. نگو افتاده کف آسفالت و داره خون میره ازش. موف برخار شد واسه هیچی. من دیدم داره میره سراغ سویچ و موتور، نباید میذاشتم. فکر کن این ماشین پسر هست، پشترش موتور فرزاد، بعد یه پراید سفید از پشت میکوبه به موتور فرزاد. سرعت این پراید بالای 100 تا بود اینطور که فرزاد رفت بالا اومد. خدا بیامرزتش. واسه 4 تا مدرک اضافه که مثلا زندان طرف از 10 سال بکنم 20 سال ارزشش رو داشت فرزاد کشته بشه؟ به والله من اون وقتی که داشتم پلیس می‌شدم اصلا قرار نبود که مثلا بچه‌هامو بفرستم وسط میدون خودم بشینم پشت میز. واسه چند میلیارد این ور اون ور
جوون مردم رو زدن کشتن. واسه همین من میگم دیگه ارزش نداره دستگیری اینا به قیمت جون یه پلیس دیگه، اصلا یه آدم دیگه. میفهمم چی میگین جام سرگرد، ولی فکر نمی‌کنید اینا همینو میخوان؟ اینکه ما بی خیال شیم که کمتر بریم دنبالشون. جوادی یه مو از سرت کم بشه خودم حسابتو میرسم. از این به بعد هر جا میری گزارش میدی، اصلا لایو لوکیشن میفرستی. روشنه؟ چش رئیس. رئیس دستور چیه؟ هیچی، تو برو دنباله من همینجا میمونم. شهرام کرمزاده مستأجر واحد شیشه، شاسی بلند به نام این آقاست. یه چهره از شهرام کرمزاده برای من پیدا کن. بله آقا. چش مالک پژو معلوم شد کیه؟ بله آقا، مالک پژو یه خانمی به اسم شیبا احدی. یه سلام از شیبا احدی هم بگیر. بله. چهره، سن، مشخصات تکمیلی. الو، میخواد منو ببینه؟ اسم گفته چی؟ اسم خودش چی؟ مهسا پازوکی من نمیشناسم، بپرس چی کار داره؟ مهسا پازوکی که شاکیه برونده سا. آه خیلی، بگو بیاد بابا. کی به شما گفت که من مسئول پرونده هستم خانم؟ بالاخره تو ایران هر کی یه جای آشنایی داره. خیلی خوب. میگفتین شما از برومیده شکایت کردین. همش خراب شد آقا، همشون به جز همزن یه ایرادی پیدا کردن. توسته که پوکی رفتیم فروشگاه جواب سربالا میدن، گارانتی هم نداره. اومدیم شکایت کنیم، میبینیم 87 شکایت داره این برن. اون کسی که شما رو تهدید کرد صداش چطور بود؟ بگین مرد بود؟ صدا؟ اومدیم تو خونه میبینیم کارتونای آکان وسط آشپزخونه است. آقا هی فکر کن اینا چجوری اومده تو خونه؟ نگو کلید من از تو کیفم زدن. از اون ترسناکتر یه خانمی رفته دارم مدرسه خواهرزادم، گفته من دوست خاله مهسا، کلید رو داده بچه بیاره بده به من. شما فکر کن. فیلم دوربین مدار بستر چک کردین؟ خونه مدرسه؟ بله دادیم همکارتون. خیلی خوب، جنسایی که براتون فرستادن رو بفرستیم و بررسی بکنیم. مایکروفر رو نصب کردیم، قبلی خراب شده بود دیگه. خانم شما رشوه رو که نباید استفاده بکنید، جرمه. رشوه کدومه؟ جریمه خرابی محصولشونه. همین امروز ارسال کنیم برای ما لطفا. کل عرایضتون هم بنویسین امضا بکنید. به هیچ کس هم در این مورد هیچ حرفی نزنید. اینکه امروز اومدید اینجا با من حرف زدید، اسم من با عنوان مسئول پرونده، هیچی نمیگی. این بزرگترین کمکیه که میتونیم به ما بکنید. بفرمایید. عکس واضح دارید از خواهرزادتون؟ بله. بدیم. بفرمایید. بنویسید شما. جوادی جان، بیا اتاق کارشناسی. بیا. تاریخ دقیقی که جنسا رو تو آشپزخونه دیدین، ساعت دقیق خروجتون از منزل، زمانی که متوجه شدین کلیدتون گم شده، همه اینا رو با دقت بنویسید لطفا. انگشتم بزنید خانم. آقای جوادی از این عکس چند تا پرینت برای من بگیر لطفا. حالا جالب اون خانمی که این جنسا رو ما معرفی کرد 10% تخفیف داد، آب شده رفته تو زمین.
میتونم ازتون خواهش کنم این خانمی که جنسا رو به شما توصیه کرد رو برای ما توصیف کنید؟ مثلا چهرهشون، سن و سالشون، یا اگه نشانه ظاهری خاصی دارن، یا احیانا اگه ماشینی که سوار میشدن رو دیدین، یا هر چیزی. ماشینشون رو که ندیدم، جوان بود، من درست سن و سال تشخیص نمیدم، حدوداً 30 سال داشت. یعنی هم سن و سال تقریبا خودتون بودن ها؟ بله، قد متوسط، چشان نسبتاً روشن، ظاهرش بد نبود، شیک بود. خیلی خوب، ممنون خانم. چون سب یه لحظه تشریف میادیم این هم خانوم است. این چقدر حواسش جمعه، همش پشتش به دوربینه. جلو مدرسه دیگه، درسته؟ بله بله. نگرده؟ یه خواهر زوم کن ببینم. اون که کلن پشتشه، درسته؟ بله بله. فایده نداره. برو فیلم بعدی ببینم. این چیه، کجاست؟ این فیلم دوربین مداوسته خونه پازوکیه. آها خب بایسا، برو عقب ببینم کی در باز شد. دو نفر میاد تو، نگردار نگردار نگردار. پوپوس کن زوم. خب اینو یه عکس بده، بعد زوم کن روی دستا یه عکس بده، رو پاها هم زوم کن یه عکس بده، بفرست کن. حتما دست درش. واقعا محبت کردی. پس نفیسه ناصرم فهم. ممنونم، جبران بکنم براتون. سلامت بشه، خداحافظ. جناب سرگرد، یه لحظه تشریف بیاری؟ چه؟ استلام عکس کرمزاده رو زدم این اومده. بودم مال 20 سال پیشه، جرمش هم چند تا مورد چاقوکشی بوده، ببینید اینم سوابقش. جالبه نام همسرش هم شیوا احدی، اونم حدودا از 20 سال پیش. پس ما شهرام کرمزاده داریم که چاقوکش بوده، الان وضع مالیش خوب شده، یه آپارتمان اجاره کرده تو آصف برای نفیسه ناصران، عامل فروش همین برنده. ناصران هم یه شاسی بلند زیر پاشه به نام همین کرمزاده است. قبلا به نام یکی هم فامیلی خودش بوده، مرتضی ناصران. دقیقاً مدیر عامل همین شرکت مجوزدارشون هم همین مرتضی ناصرانه. خیلی خوب، کرمزاده و این دو تا ناصران رو زیر نظر بگیر. بله چشم. مبدا وانتار هم بگیر. نه اون خودم رسیدگی. آقا هیچ کس این مدیر عامل رو به چش ندیده تو این شرکت. همه اسم مرتضی ناصران رو شنیدن، امضاش هم پای چند تا از این برگه‌ای الکی تو اتاق رئیس بود. ولی من از همه چی عکس گرفتم. خب اگه اجازه بدید جناب سرگرد، من برم بازرسی عوارضی کامیونا. اگه سوژه جدید پیدا کردی سریع به من بگو، من سه شماره میام اتاق مانیتورینگ. اطاعت. اسم و فامیل راننده رو اعلام کن، زیاد معطلش نکن، جلو چشمش هرچی کامیون رد میشه نگه دار. از جنسا عکس بگیر، فقط نبینه که داری عکس میگیری. آره اسم و فامیل رو بگو دیگه. آره دارم میبینم، همین یه قره ریش سیبیل داره. آره خب، میلاد حسنی، از کارت و بارنامهش عکس بگیر، زیادتر از بقیه معطلش نکن، فرض باش. تصویر رو زوم کن، یه اسکرین شات از این بگیر. من سرگرد مشکل تشریف میاری؟ یادت نشه این جادهیه که اینها ازش وانت میگیرن. تاریخ این فیلم مال 25. یکی میره سر جاده وانت میگیره. خیلی خوب، میخوام این لوکیشن دائم زیر نظر باشه. هر موقع دیدی وانت کامیون با تعداد بالا رفت آمد میکنه، سریع اون موقع به من خبر بدید. اون موقع ها فردا پس فرداش به دردم نمیخوره. چشم. خسته نباشی. با من کاری نداری؟ نه بابا. خدافظ. سلام. آقای ملکی؟ بله. من مسئول پرونده برومیدا هستم. مسئول پرونده؟ شما تماس گرفتیم، من فکر کردم از طرف خود برومیدا هست. بله. من اصلا حوصله دردسر رو ندارم، من غلط کردم از این خرید کردم. شما رو چجوری تهدید کردن؟ تهدید نکردم. پس شما همینجوری علکی خود به خودی رفتی شکایت تو پس گرفتی؟ رختگیر بود، منم حوصله دادگاه نداشتم. شما که این همه وقت گذاشتی، الان که کار داره به نتیجه میرسه حوصله نداشتی؟ شما دیگه کاری با دادگاه نداری که، پرونده دست پلیسه. آقا من همین الانشم هزار تا کار داشتم، بلند شدم اومدم اینجا.
دیشبم تا صبح از فکر و خیال نتونستم بخوابم. من پشیمون شدم. جریمه گرفتی؟ جریمه دادن، خیلی هم محترم بود. پس باهاشون ملاقات کردی؟ نه آقا، من اصلا نمیخوام با این جماعت روبرو بشم. ببین این جماعتی که میگی روزی هزار تا وسیله بنجل و آشغال دارن میندازن به مردم، تو نمیخوای گیر بیفتن؟ چقدر دادی بابت اون دستگاه؟ 40 میلیون. آقای ملکی، من یه کاری میکنم هیچکی متوجه نشه شما با ما حرف زدید. من چرا با شما اینجا قرار گذاشتم؟ به خاطر امنیت خود شما، والا نمیتونستم احضارت کنم دفتر پلیس. آقا من نمیخوام هیچ جا اسمم بیاد. یه تلفن زدن گفتن ما 80 میلیون جریمه میدیم، تو شکایتتو پس بگیر. همین، شماره کارت گرفتم، پول واریز کردم. 40 تاش که پول خود دستگاهه؟ در 40 تاش هم قیمت شما. آره؟ اینقدر ارزونی؟ چه شماره بود افتاد رو گوشی؟ خارج از کشور بود، 2039. مثلا ایتالیاست، ولی رد شماره رو زدیم، داخل ایران. صدا چطور بود؟ صدا که صدای مرد مثلا، نه مرزنش میگم صدای اطراف چه شکلی بود، مثلا چی میشنیدی؟ شلوغ بود انگار وسط خیابون. با همین تو پس زمینش چی میشنیدی؟ مثلا چون بوق ماشین، صدای بچه، موزیک، هر چی یادت میاد برای من بگو. آخه چیز خاصی نبود، فقط یه دو سه باری صدای هواپیما انقدر بلند بودش که نمیفهمیدم چی میگه. همین هواپیما. پایین یوسف چهارم آقا، یه غذا برده ببین، این کارتون خوابه این بدبخت تو آشغالا داره میگرده. باشه آقا باشه، الان میارم. مرتضی عوارضی هم گرفتن، جلو گرفتن، بارو چک کردن. فقط تو رو گرفتن؟ نه، چند نفر دیگه هم بودن، چند تا ماشین دیگه هم بودن، ولی این عوارضی مال این کارا نیست. مأمورا رو نشناختن. اگه بقیه رو هم گرفتن به ما ربطی نداره. آقا قضا الان بچه ها رو برده برو تو. بله میام. میشه جا آقا یوسف. دارم آقا. یه چایی بده بچه ها، بله میام. چایی آمده سلام میارم. آقایون تو این بار آخر کسی بازرسی شد؟ نه آقا. هیچ کس؟ خب از اینجا داریم میریم بیرون، محض احتیاط حواستون به تعقیب باشه. اگه جلوتونو گرفتن گفتن بار چیه و اینا، بارنامه رو نشون میدن. اگه گیر دادن زنگ بزنین به من. حله؟ جریمه شدیم پای شما سیه. اگه تا الان جریمه نمیشدی شیتیلشو میدادی به من؟ من نیستم. خیلی پیش هر کی نیست همین الان بره، بیکار تو شهر ریخته. هیچ خطری نداره، خیالتون تخت. من اگه میگم احتیاط کنین، برای اینکه احتیاط کار آدم باهوشی. اشتباه برزد رسوندن. احتیاط کار آدم خلافه که ما هم هستیم. باکی نیست، ادعامون هم نمیشه. برای همین 4 برابر بهت میدم. باشه بابا، ما نیستیم. سلام. سلام پسرم، صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. خوبه؟ خدا شما ببخشت. الو سلام، بگونم میشنم گوشم با تو. خب چند تا بودن؟ شماره کام اینا رو برداشتی؟ اعتماد جلب شده رو دیگه، نمیگن که تازه وارد و اینا. خیلی خب، ببین نمیخوام هیچکی در جریان باشه ها، حتی جوادی، خودم و خودت. آره سر اون جاده اصلی هم فعلا نرو، دوربیناش رصده.
حواسو جمع کن. خداحافظ. خدا بود. واسا یه دقیقه. این صدا هواپیما بود؟ آفرین. آفرین. هیچی. خیلی هواپیما رد میشه اونجا؟ آفرین. آفرین. هیچی. بعدم میگم بهت. دمت گرم آقا. خداحافظ. خداحافظ. تشکر بابا. اونه هاش بابا نشد. بابا چانه؟ این آقای جوادی اومده جای فرزا؟ بله بله. دور خود زیاد بهش سخت نگی. خدا بیا موزد فرزا ده. این از اون خودکارتره. اصلا نباید بهش چیزی بگی. یه جور خاصی. خدا کنه اگه میخوام بلای بیارن این بار سر خودم بیارن. سر نیروها و شاکی ها نیارن. او این حرف ها چیه میزنی؟ خدا کنه سر هیچ کسی بلا نیار. بالاخره هر کسی یه خانواده ای داره. یوسف جانم آقا یار کارتون خوابی که واسه برام کمر تو صد آشغال من گفتم غذاش بده. آخه آقا اینا یکی دو تا نیستن که. هر چند تا این یکی رو که می‌بینی سیرش کن دیگه. چش. الان بفرست کی بشه چای بده. باش آقا. خب چرا وایسادی؟ آقا یه دونه چنسا کمه. چی کمه؟ یه توسته. کم نیست دوباره بهش میدم. آقا بعد شب حالا سه بار شمردم. کم. مطمئنه مطمئنه؟ مطمئنه. خب اشکال نداره بفرستین یه کم بار کارش انجام بده. دیگه هم نمیخواد بشمونین تو آمار نیار. باش. ببین جا. فقط دیگه نمیگم به این کامیونیا بگو که شب بیان شب برن. چش باشا چش. آقا سلام خیلی مخلصم. خوبی آقا؟ گوشی گوشی میگم تو شمارش ها یه جنس کم اومده. آره مرتضی اینجاست راننده. به این زنگ زدم جواب داد. آره گفت دیگه به من زنگ نزنی فردا شب میری اون یکی انبار. قربون تو آقا کار نداری؟ خداحافظ. چطوری؟ خوبی؟ آقا این چایی آقا دست ما در نکنی قضا هم برات میارم. دیگه قد نرفت تو آشغالا رو بگر. چش برو صفا کن. خدافظ. خدا خیلی دونه. خدافظ. نه شما در نکنه. خدافظ. آقای میلاد حسنی هم دیگه رو میشنسیم؟ آشنا میشیم. معمولا محموله که بار میزنین چیه؟ هرچی گیرم بیاد. هرچی تریاک، هروئین، بنزوکس. آخر آقا محل خلاف نیست. پس سوالی که میپرسم درست جواب بده که معلوم بشه محل خلاف نیست. همین جنس های معمول دیگه. خوراکی، پوشاکی، لوازم خونگی، عطر. لوازم خونگی چیزایی که بار میزنی اسمش چیه؟ نمیدونم یادم نیست. چقدر زمان میخوای که بد بیاد؟ همین جنس های تو بازار دیگه. تو این یه هفته باره لوازم خونگی داشتی؟ آقا من میدونم عوارضی راپورت منو به شما داده. من هفته پیش بار لوازم خونگی زدم مارک نداشت. یعنی چی؟ یعنی نامونشون نداشت. مگه میشه؟ من متوجه نشدم. مأمور شما پرسید گفتم چشم بیه نمی کنم. از کجا بار میزنی به کجا؟ برام بنویس آدرسا رو. از جنوب میزنم به تهران. کجای جنوب کجای تهران؟ بارنومم هستی که همش هم درست درمونه. ببین سوالی که ازت میپرسم درست جواب بده منو نپیچون بلا میفرستم و دیجای بشینی قشنگ فکر کنی. ها بنویس آدرس تهران. تهران نیست یه باغه. یه باغ اطراف تهران. اونم من یه بار بیشتر نرفتم شب بود پشت کامیونا میرفتم نمیدونم کجا رفتم این ور اون ور اصلا یادم نیست. اسم تحویل گیرنده کاری به این کارهایش نداریم. کرایه همونو میگیریم. جناب سرنگ من دو ساعت دیگه باید برم بار بزنم خرج زنه بچه همون شما نمیدی که اونجایی که به چهار برابر دست مزد میدم به باری که امروز از دست در میره در. لا اله الا الله. خیلی خوب.
دیرم سربورد همه چیو میدونه و داره امتحانت میکنه. اینو آوردم بهت ثابت بشه. تو زن و بچه داری به خاطر یکی دیگه خودتون انداز تو اچه. آقا من با شما همکاری کنم یه کاری میکنی به بار امروزم برسم. آره من همین تلاش هم میکنم. سلام نبودی متهم اتاق شما رو به نهار نخورده هنوز. صداشو بیاریشون بشنوه که داره لوش میده. کیه؟ آقای ناصران؟ من نمیتونستم خودم اسمشو بگم. عذرت بخواه. بفهمید بیرون. مرتضی میخواد من لو بده؟ من چی کار کردم؟ من فقط یه سری بار با سر جا کردم. حالا صاحب بار کی بوده؟ خودش؟ تازه بپاریم. اسم محصول چیه؟ اسم مارکش؟ نمیدونم. آقای ناصران که گفت خود جا به جا بکنی سه پلاک مورتر. گفت رئیس باند خلافکارای کامیونا آقای حسنیه. نمیدونی اسم برند برومیداس؟ جناب سرنگ من فقط یه سری لوازم خونگی رو از یه جای میبرم یه جای دیگه. مثلا کردستان میارم تهران. از یه خونه باغ میبرم یه خونه دیگه. جرمه؟ جرمه تو دروغ گفتن به مأمور قانونی. حواستو جمع کن از اینجا رفتی بیرون. هر جا بودی من بهت زنگ زدم. حتی لب مرز بودی. جواب تلفنو میدی. هر وقت احضارت کردم کمتر از 12 ساعت خودتو میرسونی اینجا. چشم. به کسی هم بگی اینجا اومدی و من حرف زدی خودت بد میبینی. من خبر دارم تو با ناصران دعوات شده. بهش گفتی که دیگه نمیخوای کار خلاف کنی. برای همین برات احترام قائل شدم. نیومدم در خونت به دستم بزنم جلو زن و بچت. والا برای من کاری داشت؟ کاری داشت بیام اونجا بگیرمت؟ نه خیلی شما صاحب اختیارین. حالا پاشو برو به بارت برس. همکارم وساطت رو کرد. والا با چیزایی که بقیه در مورد گفتن پرونده شده این هم. بیا این برگرم بگیر. همه این چیزایی که گفتی رو برای من بنویس. چی می‌نویسی؟ محصول رو بدون مارک و نشونی تحویل ناصران میدی؟ با آرم برومیدا از سه تا پلاک اون برتر تحویل میدی. شماره پلاکا رو من خودم برات نوشتم. تو این یکی برگم مشخصات خودتو کامل اینجا مینویسی برام. آخرش هم هر چی درباره ناصران میدونی برام بنویس. چه جور آدمیه، چه میدونم چه غذایی دوست داره، هر چی میدونی برام بنویس. زیر همشون هم امضا میکنی انگوش میزنی. هر چی سریعتر بنویسی سریعتر راه میفته. چیزی خوردی؟ میگم برات یه چایی بیارم. صدای مرتضی ناصران هم میارم بشنوی درباره چی گفته. پس فطرت. یه چیز دیگه. از اینجا رفتی بیرون اگه به کسی بگی اینجا اومدی با من حرف زدی دفعه بعد که اوبردن اینجا دو ساعته نمیری یا؟ نه آقا شطور دیدی ندیدی مرحبا آقا عالی بود عالی ما هم بلدی خوشحالی کنیم البته اگه خبر داشته باشیم چی شده بهت میگم آیدین اتفاقا سروان جوادی حواستون باشه که هر چیزی رو به آیدین نگین چون ممکنه اونجایی که نباید از دهنش در بره موقع بازرسی از همین راننده میلاد حسنی من نیومدم رو خط تو مرحله به مرحله بهت نگفتم چی کار کن نگفتم نفهمه که ما روش زوم هستیم بعد تو برگشتی بهش میگی چرا بارت بینامو نشونه آقا پرو بازی در آورد منم خواستم بگم ما هم حواسمو جمع دیگه پس اینجا وایس یاد بگیر که از این بعد اگر سوجت پرو بازی در آورد چه جوری شاخشو بشکنی حالا زایه شد دستمونو خونده بود دیگه من مجبور شدم درجا نقشه رو عوض کنم جناب سرگل ما هم پشتمون به همین سرعت انتقال شما گرمه دیگه بیا کارت دارم بیا یه بار زبون نریز پشتمون به سرعت انتقال شما گرمه آیدین من وقتی میگم چرا خاموش یعنی خاموش خاموش یعنی مرتضی کرمزاده اون خانومه هیچ کدوم از آدمای اون پرونده حتی نباید شک بکنن که ما زیر نظر داریمشون وگرنه اگه ما همون روز اول میتونستم همشون رو برم دستگیر کنم دیگه بله جناب سرگل آخه میخواست من پیشنهاد رشوه بده منم عصبانی شدم اینو الان باید بگی تو بله من از همون روز اول که پلیس شدم بابام گفت رشوه نگیر سلام حتی اگه بهت هم پیشنهاد دادم به کسی نگو چون بعدا نمیتونی اثبات کنی که نگرفتی بابات پلیسه معلم شیمیه توصیه های بابا رو تو حوزه های دیگه ای عملی کن الان برو پی تغییر مراقبت بدو ولی اگه اختارم بدی گردن ما از مو باریکتر جناب سرگل برو پسرم برو عزیزم بدو بودو بی برچون بیا برچون
مسیرشون به شما رسیده اینا؟ همینو بگو. چیزی میخوای؟ توالت. این بغله. الو. ببین نه اینا رو. نه چند تا ماشین پلیس اومد. نه با شما کاری ندارم، برای این کارتون خوابا اومدم. تو این کوچه باقیه بزنین بغل، خاموش کنین، استراحت کنین. اگرم یه موقع اومدن گیر دادن، بگین زدین بغل استراحت کنین دیگه، جرمه. نه. من خبر میدم. آقا مأمور اومده. تو از کجا فهمیدی؟ عمل کوچه پشتی بودم، از پنجره عقبی دیدم. الان باید بگی؟ ببخشید فرصت نشد. آقا تو امشب تو همین اتاق این بغل حیاط بخواب. روز من دست نمیشه. نمیخواد. خدا خیرت بده. این درو ببند نیام تو. خوشم. این افلافل هم شکایتشون رو پس گرفتن. یه نفر از شاکیام به نام ملکی دوباره رفته شکایتشو پیگیری کرده. یعنی الان 14 تا پس گرفته داریم؟ بله 14 نفر. این هفته احضارشون میکنم. فایده نداره، من با تک تکشون حرف زدم. خب من فکر میکنم اگه دست جمعی همه رو جمعشون کنیم یه جا باشون حرف بزنیم بی تاثیر نباشه. میل خودت، اگه میخوای احضارشون. شکایت هم که رسانه‌ای نشدن. در نفرشون هم که شکایتشون رو پس گرفتن، بقیهشون هم کم کم جمع میشه. نگران نباشید. چیزی لازم ندارین؟ مام. ما هر سری بار میاد سبزا آماده میکنیم، یعنی کل برچسب و کارتون آرم استاندارد و همه چیزی. آقا الان صدا خوب میاد؟ اوکی همه چی؟ اگه تو هر یکی دعوا نکنی نندازی بیمون در کار سرده. ببین آقای کرمزاده، من میگم شما به طرف چینی آفر بدین، ما از این طرف فشار بیشتر میکنیم. اگه میتونین پخش کنیم. از این جنس های بدون اسم و رسم و اینا از چی میارن؟ میتونین به موقع برندسازی کنیم. جنس ها بدون بسته‌بندی میره تو انبار، اونجا برچسب برومیدا رو میچسبونن رو کارتوناش، هم که همینجور سفارش میدن میسازن، بعدم میریزنش تو بازار. من میگم شما وارد کن، یه کاریش میکنیم، انبار اضافه میکنیم. اصلا خودم وای میستم 24 ساعته کار میکنم، ولی مشکل انبار نیست. من برم. تو هم میاد؟ نه من یه قهوه میخورم بعدم. آره داداش، من که میدونم نمیتونی، چون تو رو میشناسم. اون موقع هم میایی میگی که 4 تا دست و پا که ندارم، این همه جنس رو از کجا آماده کنم؟ 1000 تا حرف دیگه. باش. خدا. خدا حافظ. آقا ایدین بره دنباله این؟ نه. آقا این صاف پارو میبره دمه انبارو؟ نه باش آیدین، اینجا لازمش داره. خب که چی؟ بازش کن. قشنگه. دستت درد نکنه. حالا که میخوای انگشتر هدیه بدی؟ قابل تو رو نداریم. اما اگه بخوای بازم تو خیابون هوار هوار کنی، انگشتر که هیچی، یک گوله تو مخت میزنم. باریکلا، چه کارایی منم شده؟ بلد بودم. نفیسه، مرتضی چیزی نفهمه. نمیخوام از زیر دستم حرف بخورم. مرتضی داداشمه ها، زیر دست تو نیست. من که احترامشو دارم. همین الانم هم بی خودی بهش دوبیدی. هی من هیچی نمیگم، برود نمیارم، دور برمیداری. اگه ارث بابای مرحومم نبود که همین الان توی امین حضور پادو بودی یا تو پامنار چاقو کشی میکردی. مثل اینکه فراموش کردین که ارث و میراثتون و عموجونتون بالا کشیده بود. من بودم که از حلقومش در آوردم. خلاصه حد خودتو بفهم. مرتضی زیر دستتون نیست. شما آدم های وظیفه شناسی هستین که سر ساعت اینجا حاضر شدین، خیلی ممنونم. امیدوارم که در همکاری با ما هم وظیفه شناس بشین. ببینید
ممکنه که صاحبان برند برومیدا به شما القا کرده باشن که آدم‌های خیلی قدرتمندی هستن، یا با رفتارهاشون شما رو ترسونده باشن، یا هر چیز دیگه ای. بهتون حق میدم. اینکه آدم یه دفعه کلید خونش گم بشه بعد یه دفعه خودش دوباره پیدا بشه، اینکه یه سری آدم ناشناس و غریبه بدون اینکه متوجه بشی وارد خونت بشن بیان و برن، اینکه به دختر نوجوان شما زنگ بزنن و تهدیدش کنن، بله همه اینا ترسناکه. اینا میدونن که این پرونده براشون گرون تموم میشه، پس همه تلاششون رو میکنن با تهدید کردن، با زور، با پول، با رشوه یا هر چیز دیگه‌ای که شما رو منصرف کنن از اینکه شکایت کنید، که شما رو مجبور کنن اگه شکایت کردین بری شکایتتون رو پس بگیری. هر زمینه، من همه اینا رو گفتم که بگم هنوز هم دیر نشده، شما هنوز هم میتونید شکایتتون رو دوباره به جریان بندازید. الان مثل این شده که شما بیایید به ما بگید از ما دفاع کنید، بعد حالا که ما اومدیم ازتون دفاع کنیم شما زیر پای ما رو خالی کردید. به هر حال به این موضوع خیلی جدی فکر کنید لطفا. همکارم اینجا در خدمتتون هست، هر کسی تمایل داشت با ما همکاری کنه میتونه با ایشون هماهنگ بشه. یک روزم بیشتر وقتتون رو نمیگیره، با هم میرید دادگاه و شکایتتون رو مجددا به جریان میندازید. خیلی ممنون. خب ببینم چی بود نمیتونستی پشت تلفن بگی. ببین شهرهای بگیر من نیست، جدیدنم زیاد داره جفتک میپرونه ها. خب اینه که از اول میدونستم تو نمیذاشتی بگم بالا چه شب بوده. خیلی خب حالا اومدم اینجا ببینم برای چی پای برگه های خرید امضاهای تو هست. نیست. هست، خودم دیدم. حتما تو شلو پلوگی حواسم نبوده یکی بوده چه جلو امضا کردم. خیلی خب برگه های خرید رو از نو بساز بده امضاشون کنم. حالا یا به روش میاریم یا خودم به یه بدبختی ازش امضا میگیرم، نمیدونم. این عوضی داره یه غلطی میکنه. توافق کردیم دیگه، انبار امضای من، خرید امضای اون. بیرونش کن، قرار باشه امضا کنم خودم هم وارد میکنم. نه تو آدم وارد کردنی، نه من آدم دل کردن از شهر. چرا؟ الکی داری گندش میکنی؟ دوباره تنها میشم. البته این بار نمیذارم کسی به هم رو دست بزنه. نگران نباش. باش باشو برو، منم کلی کار دارم، کارام برسم. جناب امری داشتید؟ با باید خاصی کار دارید؟ نه، مثل این که برج اشتباه بود. فهمید. قربان شما. سروان جوادی کرمزاده رفت تو برج، ماشینش پژویی است، ولی نگهبانش خیلی سفته. کارت نشون بدم بگم پلیس هم اطلاعات میخوام؟ چشم. پس تو برج میخک اسم اینا نیست، نه مالک نه مستاجر. بله آقا، همه رو چک کردم، هیچ جوره به هیچ کدومشون وصل نیست. میتونیم بریزیم تو برج از نگهبانی یه جوری حرف بکشیم. ما فقط وقتی میتونیم آرم پلیسمون رو نشون بدیم که بخوایم دستگیرشون، وقتی در واحد رو باز کردن.
حد فاصل در مجتمع تا در واحد اینا کنترل شیفت دیلیت همه مدارک رو معلوم میکن. از اون طرف هم جنسا باید همزمان با اینا توقیف بشه، ثانیه فضای خبر دادن نداری. آقا پژوهه داره میاد بیرون از برج، هر روز کارش همینه، 8-9 صبح میره تو، 4-5 بعد از ظهر میاد بیرون. برج هم که تجاریه، شبا برقاش خاموشه. فکر نمیکنید همینجا دفترشون باشه؟ ممکنه. سلام. باید مجدگونی بدیم مشرف. قاتل اعتراف کرده، آدم فرهانیه؟ نه، در خصوص پرونده خودمونه. از 16 نفر 12 نفر دوباره شکایت کرد. موبایل من روشنه، کاری داشتی تماس بگیر. چشم، به کارتون برسید. جناب سرگلرز ارادت، اجازه هست؟ اجازه چی؟ بگو آیدی، بگو. حتما یه مداری که وجود داره که اینا با طرف چینی قرارداد در مورد محصولات خانگی بستن، البته بدون برند. یه مدارکای دیگه هم وجود داره تو این شرکت، البته این مدارکا تو این شرکت الکیه. شما بگو قرارداد واسه یه دونه منگرین در چین ندارن که. من میگم این مدارکا یه جای دیگه است، هنوز پیدا نشد. آقا ببخشید قربان، دیگه کم کاری کردیم. الو. سلام. بله بله. خب آقا من میگم اگه بریزیم تو اون برج پوش باشه همه چی میره رو هوا دیگه، نه؟ آره شاید. شاید؟ آقا من حرفی به این مهمی زدم، شاید؟ همه چی رو مسخره بازی در میاری دیگه، نه؟ آقا چرا هیچ کس اینجا ما رو جدی نمیگیره اصلا؟ چرا؟ من جدی. این پرونده رو بده پایین بگو. من یه برگ بازداشت می‌خواستم. محرم. نه آخه احضار تلفنی ممکنه باعث از بین رفتن مدارک بشه. 40% که خیلی کمه، ولی خب باز بهتر از این چیه. آره عالی میشه. ممنون. خدا حافظ. جوادی برگ بازداشت نفیسه ناصران میاد، با آیدین و خانم پیروان و یه ماشین و یه مأمور برو اونجا. تا در پشت واحد نباید بفهمه، در رو سریع باز کنه، اگه باز نکرد در رو بشکنیم، حکم دستمونه. بله خیالتون راحت. مهلت حکممون 48 ساعته، اما اگه تو بازجویی چیز خوبی گیرمون بیاد تمدیدش میکنن. آفرین به تیزبینیت که همون اول توجهت به نفیسه ناصران جلب شد. برکل. تیپی سر و شکلشو نگاه کن. نشه روزی انداخیم رو خیلی خوش تیپ شدی. آین آدم صافی هاشو ما حاضرم جامونو با هم عوض کنیم. نه لازم نیست عوض کنیم. بیا بگیر گوشی چی شد؟ هیچی اوقامو شد دیگه روشن نشد. نفهمیدن که اینا رحم ندارن و یادتی که با فرزاد چیکار کردن. بلده اینا خیلی خلافه هم برای توس فرسته بودم. خب معلوم شد دیگه دونش کرده تو این دریای جنس. فهمیدی مرتضی ناصران چیکار است؟ چه خوبیه، همش برای غذا میفرستن. آره اصلا مهربونه. سربستی عملیتی تیم خلافی متهم ردیف 3 مثلا ها؟ این هم باشه این همه شون متهم ردیف 8 ولی خب آره پرشن پرونده ما ردیف 2 و 3. اون آبدار چیه چی؟ اون چیه ماجراش؟ ولی زیرا به اینو میزنه. حالا این که از طرف رقبا این توی یا چی نمیدونه. کار تموم شد، اگه تونستی اونم ردش رو بزن داری ماجراش چی؟ من دیگه برم، زای هست. مواظب باش. خداحافظ. خداحافظ. نصف روزمون رفت. این اگه بخواد اینجوری پیش بره کل روزمون تموم میشه.
آقا اومد 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 بچه ها پیاده شید سلام. سروان جوادی هستم از پلیس امنیت اقتصادی. بفهم. خب باید بریم داخل. شرمنده نمیشه برای من جا مسئولیت داره. هایدی آقا توجیه. اجازه بدین. اجازه بدین عزیزم. من براتون توضیح میدم. شما چند وقت اینجا کار میکنید؟ خیلی خوب. این آلدارچی از انبار اومده تهران الان هم توی یکی از خیابونه دیتری سواری پشیش آره آره خودش بذار الان بهت میگم پس یوسف آدم اینه باشه یه چند تا عکس میگیرم میتوستم فکر شما مطمئنی وکیل نمیخواین؟ وکیل برای چی؟ خب من هر چیزی که خودم بدونم خدمتتون میگم. وکیل برای خلافکاراست. شغل شما چیه؟ فروشنده. شما همین سوال ساده ما رو درست جواب بدین خانم. نیازی نیست هر چی که میدونیم به ما بگین. شغل شما چیه؟ عرض کردم فروشنده. فروشنده لوازم خانگی تو همین حضور. با همه حقوق فروشندگی توی منطقه یک خونه گرفتیم؟ خونه که اجاره است. شما اگه صاحب سقفی و مغازه تو امین حضورم که باشی نمیتونی همچین خونه‌ای بخری. معلومه که اجاره است. بله خونه رو هم داداشم برام اجاره کرده. شغل داداشتون؟ آزاد. تو کار لوازم خونگیان. ولی قرارداد اجاره خونه به نام داداشتون نیست. خب یه وقتایی یه سری از کاراشون رو کارمنداشون انجام میدن. خیلی خب پس این مسئله رو روشن شد. ماجرای قرارداد اجاره رو از پرونده حذف کنید. شغل داداشتون تا چه حد آزاده؟ لوازم خانگی وارد میکنه، پخش میکنه، تولید میکنه؟ راستش من خیلی در جریان کار شرکت. ببین آقای کرمزاده درباره آقای کرمزاده که میشناسید؟ بله به اسم میشناسمش. به چهره نمیشناسید؟ نه ولی ادعای ایشون چیز دیگه ایه ایشون هم دستگیر شدن برای شما فرق میکنه؟ خب اگه در مورد من ادعای کردن مهمه دیگه اظهارات کرمزاده رو برای شما بخونم من خبر نداشتم محصولات چی نیست وقتی شکایی ها شروع شد خودم تحقیق کردم و متوجه خلاف به شرکت شدم تازه دلیل نزدیک شدن خانم ناصران به خودم را فهمیدم احتمالاً ایشان می‌خواسته تقصیرات برادرش را گردن من بیندازه اظهارات آخر بخونین صدفا اینها یه دختر و پسر بی‌پناه بودن من وقتی بهشان برخوردم تصمیم گرفتم حقشان را از عموها بگیرم دیگر باهاشان تماسی نداشتم تا خود خانم ناصران با من تماس گرفتن که در کارهای حقوقی شرکت به من کمک کن یعنی چی مگه ایشون وکیل بوده که بخواد به من کمک حقوقی کنه؟ وکیل نیستن؟ مگه ادعا کرده وکیل هم هست؟ مطمئنی؟ 100%. از کجا؟ این آقا شهرخر بود وقتی ما باهاش آشنا شدیم. الان یه چند وقتی مارک میپوشه فکر کرده آدم شده. خب پس زیاد دیدینش دیگه. شناخت داریم در مورد
حالا با شما دشمنی دارن یا چی من نمیدونم. گفتن که شما جنسا رو از چین وارد میکنین به شکل تهلنجی، بعد اینجا تبدیلشون میکنین به برند برومیدا که اصلا وجود خارجی نداره. آدرس همه جا هم به ما دادن، انبارای جاده مخصوص، دفتر کامرانیه، منزل شما، همه جاش. الان طبق اظهارات ایشون همه چی علیه شماست خانم. متهم ردیف اول شما هستی. با همین اظهارات ایشون هم حکم بازداشت شما صادر شده. مرتضی ناصران هم متهم ردیف دوم. خود آقای کرمزاده هم به دلیل همکاری تخفیف در مجازات گرفتن. ضمن اینکه اقرار کردن از تاریخی که فهمیدن تجارت اشکال داره جدا شدن. و اون تاریخ چیه؟ بگو. از یه تاریخی هم که 18/7. از تاریخ 18/7 هم گفتن دیگه امضاشون پای هیچ برگه ای نیست. دفتر کامرانی که برای خود کرمزاده است. من اگه چند بار رفتم اونجا صرفاً برای قرار کاری نبوده، برای شخصی بوده. از کاره اون دفترم اصلا خبر ندارم. انبارم همین الان دارم از شما میشنوم. فروشنده اون ورابم که با خود ایشون در ارتباطه. اصلا ما رو یعنی دادش من رو نمیشناسه. فروشنده چینی منظورتونه؟ حالا برای هر جایی که هست. که اونم دادش من فکر میکرد فروشنده ایتالیاییه. تنها چیزی که واقعیت داره اینه که من فکر میکنم ایشون هر ادعایی که علیه من کرده صرفاً جنبه شخصی داره، نه چیز دیگه. غیر از مدارکی که تو دفتر کامرانیه هست بقیه مدارک کجاست؟ بقیه وجود نداره. سلام. جوادی بقیه بازجی رو بیبر تو بشین. تا 48 ساعت دیگه ما باید بریزیم توی برج انبار با هم. در واقع یا 40 ساعت میز. بله، فقط من چی دیگه باید بپرسم؟ اصل مطلب رو گرفتیم دیگه، مدارک تو برج. اولا اینایی که گفت رو تایید بکنه با امضا. ثانیا یکی باید بفرستیم خونه، حواسش باشه نگهبانه به کرمزاده و ناصران آمار نده این دستگیر شده. اگه اعترافای راننده کامیونر هم تایید بکنه با امضا که خب خیلی عالی میشه. بله، چشم خیال تو راحت. فقط کرمزاده دو بار زنگ زده، شما زحمت بکشید اس ام اس بهش بدید. اس ام اس بهش بذار آیدی میاد ببینم آخرین بار اینا تو عشق و عاشقی بودن یا تو فوش و فوشکاری. سلام، خوش آمدید. سلامت باشید. پژو 2008 هست همین جلو ساختمون با شماه؟ کدوم میفرمایید؟ سفیده. آه بله. این شیشهش پایینه ها. جدی؟ بله بله. سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ از جان با آقای کرمزاده لطف کنید بگید که شیشه ماشینشون بازه. ممنونم. تشکر. قربان شما. خیلی بو تو دماغمه یا تو اتاق بو پخش شده یا این اسپری که آیدین زد بو رو همه جا پخش کرد. آقا اینم تاثیر منه باز. نزن دیگه آیدین. بش اینا چیزایی که پیدا کردیم تو آشغال. چه خبره؟ اسمس دادی از روشی نفیس ناصران به شهرام؟ آخه قرارشون تو همون رستوران بوده، مسیج دعواس. نفیس منتظر بوده تو خونه این نیومد. چی زدی مسیج؟ گفتم پشت گوشتو دیدی منو دیدی. خب اونم زد که دوباره دیوونه شدی. منم براش نوشتم دیوونه یاقل، ریخت تو دیگه نمیخوام ببینم. هر کاری هم داشتی با من با داداش مرتضی طرف همین حضورم دنبالم نگر چون نیستم. بعدش هم اونم برگاش رو ویس فرستاده که من مریض بودم و زیر سرم بودم و از این حرف. جواب دادی؟ یکی از همین فوشای قبلی چهرامو براش کپی کردم فرستادم. آفر آقای نگاهی نیست. مرتضی چی؟ زنگ نزد است. باید بجنبه. مشکوک نیست؟ زنگ نزده؟ چجوری بریم تو دفترشون برج؟ اینا حتما دوربین مدار بسته دارن. غریبه بره پشت در باز نمی کنن.
فرضاً اگر بگیم پلیسی، من قبل از ورودمون همه مدارک منتقل میشن سطح آشغال کامپیوتر، بعدم دیلیت. آقا یه نگاهی به اینو بندازین، همه پیشا از یه رستوران، انگار که هر روز دور از اینجا غذا میگیرن. دمت گرم. باشو جوادی، باشو بریم. جناب سرگرد مشفق، آقای آبدی مدیر رستوران است. خوب هستین شما؟ ممنونم. ببینید این آدرس مشتری دائمی شماست؟ بله، هر روز ظهر غذا سفارش میدم. پس با این حساب احتمالاً فردا ظهر هم غذا سفارش میدم. ببینید ما میخواییم که همکار ما فردا به جای پیک شما غذا رو برای این شرکت ببره، و اینکه هیچ کس هم غیر از خودتون نباید از این جریان مطلع بشه. بنابراین اگر به گوش این مشتری برسه، تنها کسی که میتونه گفته باشه جناب علی هست. برای رستوران ما بد میشه، مشتری ها به ما اعتماد دارن. حاج جوادی توجیهشون بکن. بله چشم. میگم جناب سرگردی، یا رستورانیه به شرکت راپورت نده. هم دستش نباشه راپورت نمیده. این که مرتضی و کرمزاده نفهمن نفیس ناصران دستگیر شدن، باید خیلی خوش شانس باشیم. نه چرا اینقدر نمیاری تو تعقیب مراقبت ها؟ این 3-4 هفته شده 48 ساعت از هم بی خبر باشن. حضوری آره، اما تلفنی باید لیست تلفناشون رو چک کنم. همکاری خوبی شده جوادی، خوشم اومد. کس دیگه جای فرزاد می‌خواست بیاد، نمیدونم چجوری باش کنار میومدم. خوبی از خودتون ازم سرگرد. عادی کم اخلاق. اخلاقم چشه؟ نه منظورم اینه که جدی. آقا تو شوخی سرت میشه؟ خانم ما بالاخره نفع بدیم، شما تو اون شرکت چی کاره این؟ و مسئول فروش امین حضورم. همین بهتر یکم صداقت بیشتری داشته باشیم. برم خودتونه، تمام همکاراتون، هر کسی که به این پرونده مربوط میشه داره همین چی میدازی گردن شما. همین نگهبان اموروتون میگه که شما و برادرتون اون امورو میچرخونی. یوسف اینا رو گفته؟ کل زندگیش رو از ما داره. یوسف پس فقط مسئول فروش امین حضور هم نیستی. هر چی میدونی بنویس. برف خواهید آقا کجا تشریف میبرید؟ همکارم به شما توضیح ده. به بچه ها بگو وارد هم باشن. بیا اینجا. بابا پشت سیستم. بلند شو برو کنار. گوشی دست شما. گوشی رو بگیر آیدین. لپتاپو جمع کن. شما بلند شو پشت سیستم آقا. سر و صدا مال شماست. بله. بابا جناب آقای کرمزاده. ببخشید که ما بدون هماهنگی تو مزاحم شدیم. خواهش می‌کنم. بفهم. اشکم راحت بشه. آقا کسی دست به چیزی نزنه. بلند شو از پشت سیستم میگم. بیا این ور. حواست باشه کسی دست به چیزی نزنه. خانم اتاق کرمزاده کجاست؟ بیا این ور. شما بیا اینجا. خانم شما بیا این ور. پرونده‌هاتون کو ببینم. پرونده‌هاتون کو. به‌به. آقا مرتضی. با کرمزاده. چه عالی. آجا بودی تعارف نکنیم بشینن آقای کرمزاده؟ بله بهشون گفتم بسید که اینجور راحت‌ترم. بفرمید پشت بار. همین دو نفرین یه بازم هستیم. شما چه جوری دوست دارید؟ با
ببخشید. آقا کرم‌زاده ببخشید، ما سرزده و بدون اطلاع قبلی اومدیم اینجا، اصلا تو رسم رسوم و کاریمون همچین چیزی نیست. ولی یه مدتی بود دیگه شکایت شما خیلی زیاد شده بود. دیدیم ما نمیتونیم پاسخگو باشیم. ترجیح دادیم که بیایم با خودتون مطرح کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. آقا جوادی دوستان هدایت کن تشریف ببرن. من میتونم یه تماس به خواهرم بگیرم؟ بله میتونید، فقط فکر نمی‌کنم در دسترس باشه. آقا جوادی تلفن خواهرشون پیش شماست یا اداره است؟ بله اداره است. اداره. من میخوام با وکیلم صحبت کنم. بله حتما، بر اولی فرصت. بفرمایید. بفرمایید. بفرم. آقای بدبختی چی کار داری؟ یه از ما فقط قضا میگیره. بچه ها سوارشون کنی سر هشت سری سر. داخل کسی نمونده؟ کسی نیست. جناب سوار بفرم. سلام فرزاد جان. چطوری؟ خوبی؟ روبراهی؟ زودتر از اینا میخواستم بیام پیشت، ولی بازم یه پرونده بینمون فاصله انداخت. دیگه نمیدونم استقلال و پرسپولیس چی کار میکنن فرزاد. راستش خیلی هم پرسپولیسی نبودم. کل کل با تو حالم خوب میکرد. نمیدونم میخوام به یادت نباشم یا اینکه دائم تو فکر و ذکرم باشی. جای خالی خیلی اذیت میکنه. یه بار اشتباهی شماره تو گرفتم. وای از اون لحظه که آدم میفهمه حواسش نبوده و تو نیستی. میخوای نباشی، میخوای دنیا نباشه، روم نمیشه تو صورت پدر مادرت نگاه کنه فرزاد. همه میگن هی نگو من مقصرم. باشه من نگم، میدونم که میتونستم نفرستمه یا دست کم نذارم با موتور بری. خب اگه این کارو کرده بودم الان تو زنده بودی. لابد میخوای بگی سخت نگیر سرگرد، زندگی خودش به انداز کافی سخت هست فرزاد. همچین چرا خاموش رفتیم تو این پرونده که وقتی دستگیرشون کردیم همینجوری با دهن باز داشتن تماشامون میکردن. جات خیلی خالی بود، نداشتم کسی با موتور بره تغییر. اینقدر دستمون پر بود که خود وکیلشون پیشنهاد کرد همکاری بکنم. یه چایی با هم میخوردیم تو اداره، اونم از ما گرفت.
فرزاد توی این لیوان سفالی تو چجوری چای میخوری؟ بابا اصلا مزه نمیده. نمیفهمی چای کمرنگه، نمیفهمی چای پررنگه، کهنه است، تازه دمه، چیه این؟ هر از گاهی به خواب ما بیا پسر، دلمون خیلی تنگ. Thank you.